بدنه نظامی پادگان اشرف در تهران، کابوس ولی فقیه ارتجاع. خبرگزاری سپاه پاسداران، جنگ جهانی سوم علیه ولایت فقیه، جنگی با حضور 1000 رسانه خارجی، با سیل کمپین های حقوق بشر، با بدنه نظامی پادگان اشرف در تهران. همزمان با اعلام مرحله سرنگونی و برپا دادن به یکانهای ارتش آزادی در داخل میهن اسیر و اعلام مؤسسان چهارم ارتش آزادی بخش ملی ایران، ولی فقیه ارتجاع با انتشار تحلیلی در خبرگزاری سپاه پاسداران نسبت به تشتت درونی نظام و خطر جنگی که با حضور بدنی نظامی پادگان اشرف در تهران رژیم را تهدید می کند، به پاسداران نظام ولایت هشدار داد. خبرگزاری سپاه پاسداران، 8 بهمن 91. یکی از مهمترین حربه های دشمن برای تحریک توده ها علیه انقلاب، هشدار به بحران عدم کارآمدی رفاهی جمهوری اسلامی است. البته درگیری های داخلی، جنگ های حیدری و نعمتی احزاب پس از انقلاب همیشه یک عامل مهم در فروپاشی انقلاب ها بوده است. اما بدنه اجتماعی که پس از انقلاب به شاخه های مختلف تقسیم می شود و هر یک برای خود رهبری پیدا می کند و در جنگ رهبرش با رهبر گروه دیگر به جان هم می افتد، چرا حافظ خون شهدای خودش نبود؟ انقلابی ها چرا فرو می پاشند؟ انقلابیون دهه 60 کادیلاک سوارها و صاحبان ویلاهای بزرگ را متعلقین به نظام بورژوازی می‌دانند و در وصف ثروت آنقدر مذمت می‌کنند که ثروتمند مترادف با آمریکایی قلمداد می‌شود، به نحوی که حتی شهید مظلوم بهشتی نیز از این تهمت‌ها در امان نمی‌ماند. اتفاقی که پس از عادی شدن شرایط در انقلاب ها و به تعبیری از میان رفتن جو، دامن جوامع را می گیرد. اما جنگ تحمیلی و دفاع مقدس عاملی شد تا برتر دانستن حیات اخروی ایران را یک دهه از ترمیدور انقلابی دور کند. دهه 70 و دهه توسعه در ایران میبایست ایرانیان را قاعدتاً بر اساس مبانی ترمیدور از اصول انقلابی دور میکرد و برای همین است که فتنه 88 جنگ جهانی سوم علیه ولایت فقیه است. جنگی با حضور 1000 رسانه کشورهای خارجی، با سیل کمپین‌های حقوق بشر، با بدنه نظامی پادگان اشرف در تهران.